سلام برنامه تحول ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. بحث تنش‌های سیاسی امنیتی در افغانستان محور گفتگوهای کشورهای منطقه و بین الملل شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحث امنیت افغانستان واکنش داشت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای همپیمان ناتو با حفظ خروج نظامی از افغانستان نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی دارند. اخیراً سفر صورت گرفت از جانب هیئت کابل به رهبری رئیس جمهور غنی به واشنگتن و ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. تعهدات که آمریکایی ها در قبال افغانستان دارند قطعیت بحث خروج است، ضمن از اینکه چندین بار اعلام همکاری مالی و تجهیزاتی از افغانستان کردن، از حکومت افغانستان کردن. اما دلایلی که این سفر پای رئیس جمهور با یک هیئت وسیع، یک هیئتی که شامل همه حکومت میشه و جز معاون دوم رئیس جمهور به واشنگتن کشان چی است و چقدر باستابی سفر تانست حداقل یک نفس تازه از بود سیاسی بر افغانستان بده، ضمن از اینکه چالش های منطقه هنوز پابرجاست. امشب در مورد این موضوعات با جناب آقای محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گفتگو داریم. بسیار تشکر، ما رو پذیرفتین. سلامت باشید. خواست ضمن از اینکه آمریکایی ها چندین بار تعهد مالی و تجهیزاتی از حکومت کرده بودند، هدف رفتن شما به آمریکا و این سفر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما گفتین، ما در یک وضعیت فوق‌العاده هستیم در حال حاضر. تنها افغانستان نه، تمام منطقه ما در یک وضعیت فوق‌العاده قرار گرفتن. علت زو هم عدم پابندی طالبا به تعهداتشان در موافقت نامی صلح دوحه است. این باعث نگرانی شدید در منطقه و در سطح جهان شده بود. ما خواستیم با اول متحد مهم خود در این وضعیت فوق‌العاده مشوره کنیم و بگوییم که خب شما با نیت خوب، ما با حمایت از روند صلح، تمام تعهدات را که داشتیم در موافقت نامه یا عملی کردیم یا هم در حال عملی شدن است. اما طالبان کار نکردند و طالبان نیت اصلی خود نشان دادند. نیت اصلی طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست. نیت اصلیشان برگشت نظامشان است به افغانستان. اینا در این طور یک حالت، چون اگر چنین نمی بود باید طالبان جنگ به توقف می کردن، چون با امریکایی‌ها فعلا اینا نمی جنگن، با مردم ما می جنگن. بنان در اینطور یک حالت با امریکا روی از این مسئله مشوره کردیم که دو منفعت ما هنوز هم آیا مشترک است یا نی؟ یکی صلح دائمی و پایدار و دوم دفاع مستقلانه در افغانستان و مبارزه با تروریسم. اگر این دو هدف هنوز هم اهداف مشترک ما باشه، در اون صورت ما به یک فصل نو همکاری نیاز داریم که در او نیروهای خارجی نمی باشه، اما کمک با ابعاد وسیع آمریکا، منطقه و جهان شامل خواهد بود. این فصل تازه رو رقم زد. شما خواستین که فقط مشوره بدین که طالبان نیت دارن؟ من گفتم در اصطلاح دیپلماسی در سطح بزرگ معمولا ایره میگن که مشورای سیاسی بین دو دولت که به توافق انجامید. فعلا ما توافق داریم. آنچه کابل شاهدش بود تبصره های متعدد از سفر، مخصوصا از تشریفات، تشریفاتی که بیشتر به شأن رئیس جمهور نبود، فکر میکنین که آمریکایی ها یک مقدار سرد برخورد کردن در تشریفات یا نه؟ نی، به هیچ وجه نی. اینا سطوح مختلف تشریفات دارن. یکی سطح به اصطلاح از اونا state visit است، سطح امو سفر دولتی. به او تشریفات در اوج تشریفات معمولا بسیار کلان و پرزرق و برق می باشه و امثال هم. دوم سفر کاری است که در دنیای معاصر، در دیپلماسی معاصر، این سفرهای کاری به این ترتیب است. خب آیا در بعض حالات میتونه بهتر ترزی باشه، با امکانات بیشتر باشه؟ من نمیخوایم دلیل بیارم که از هر لحاظ سفر با تشریفات کامل بود، اما من میخوایم بگویم که کاملا یک گپ مروج است.
که سفرهای کاری با می تشریفات می باش. مهم بر ما صادقانه تشریفاتش نبود. از این تشریفات چی برست بردیم برد؟ از اینکه رئیس آمریکایی ها چندین بار تاکید حمایت کرده بودن قبلا، چیز تازه به دست آوردیم یا نه؟ بله، اول میخواستم این نقطه رو بگویم که ما نادیده تشریفات نیستیم. تشریفات بوده میشه رئیس جمهور ما در گذشته. مهمترین مسئله در این جایی بود که اول پیدا بکنیم که ارزیابی دولت آمریکا با ارزیابی ما یکی از یا تفاوت دار از حالت موجود. خوشبختانه مطلق یکی بود. دوم، آیا اهداف و منافع مشترک هنوز هم داریم با آمریکا یا خیر؟ خوشبختانه این مثلا یکی بود. سوم ای بود که روی برنامه مشترک در این فصل نو توافق داریم، دیدگاه مشترک داریم یا نه؟ خوشبختانه پیشرفتی بسیار خوب کردیم. آله هم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک تعهدات داریم، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اقتصادی و بشری. البته کمک‌های آمریکا چیز نو نیست، ولی این بسیار مهم بود که در این وضعیت فوق‌العاده کمک آمریکا را با این وضاحت داشته باشیم. بایدن خیلی سریع گفت که سرنوشت افغانستان بس افغان است. انتقادهای خیلی گسترده هم از مانور آمریکایی ها، مخصوصا از ماموریت زرمک خلیزاد برای بلند کردن پرستیژ طالبان از بود سیاسی و نظامی، حالا بین تحلیلگرای سیاسی و محافل سیاسی رد و بدل میشه. چقدر نیت آقای خلیلزاد و راهی که تابال را آمد دوستانه بود، مبتنی بر منافع ما بود و چقدر مبهم و خصمانه؟ چند مورد اگه اجازه بتین، چون سوالتان ابعاد مختلف دارم. مورد اول، اصطلاحی که سرنوشت افغانستان به دست خود افغان هاست در واقع ارجگذاری به یک حق طبیعی و بنیادی یک ملت است که باید سرنوشتش خودش تعیین بکنه. دوم، مدنیت معاصر جهان این نوع تعیین سرنوشت از راه انتخابات مؤثرترین دانسته. بنابراین این یک نوع تاکید بر انتخابات و مشارکت تمام مردم افغانستان است. سوم، این به نحو تاکید بر این نکته است که طالبان افغان هستند و باید با دولت خود بشینند و صلح بکنند، که در هیچ مورد ما تناقض نداریم و تفاوت نظر نداریم. به می خاطر است که ما میگیم که با طالب صلح کرده میتونیم چون افغان است، اما با جنگجویا و تروریست های خارجی نمیتونیم چون افغان نیستند. بران این قسمت اول. قسمت دوم راجع به پالیسی دولت آمریکا در قبال صلح و عملکرد جناب آقای خلیلزاد فرمودید. اول، آقای خلیلزاد منافع دولت و ملت خود دنبال میکنند و کاملا مکلفیتشان است و ما مکلفیت داریم که منافع دولت و ملت خود دنبال بکنیم. اینا در جایی که منافع مشترک است باز با هم همکاری میکنیم. در جایی که منافع مشترک نباشه با هم باید گفتگو کنیم و منافع رو مشترک بسازیم. در مورد موافقتنامه صلح دوحه، دولت آمریکا و دستگاه دیپلماسی آمریکا کاملا معترف است که طالبا پابندی به اصول و به تعهدات نکردند. ما میگفتیم که دولت و مردم افغانستان بزرگترین ریسک گرفتند در این پروسه. کدام دولت حاضر است که پیش از توافق صلح 6000 بندی محکوم شده را رها بکنه؟ دولت و مردم ما می ریسک گرفتن. ولی بس فشار هم بود. بس فشار آمریکایی ها تعیین کننده در این بحث نبود، خواست مردم افغانستان تعیین کننده بود. من انکار نمی کنم که فشار نبود، بسیار گپای دیگه فشار داشتن، اما دولت افغانستان تن نداده. در اینجا مسئله اصلی منافع ملت ما و خواست ملت ما بود. اونه ایده با مخاطر لوی جرگه خواسته شد و مشروعیت روان تضمین شد. خب حال حرف اصلی این نیست که خب آیا کار خوب کردیم یا کار نادرست کردیم که بندیار رها کردیم.
حداقل فعلا در اذهان عامه افغانستان و جهان این مشروعیت مردم و دولت افغانستان داره که ما پابند به صلح بودیم و هستیم و بر این بنیاد امریکا و جهان آماده است که در دفاع مستقلانه در پهلوی مردم افغانستان استاد شد. البته در او عسکر شامل نخواهد بود عسکرشان، اما کمک نظامیشان شامل خواهد. یک دید منفی هم نسبت به دیپلماسی، آخرین گزینه و یگانه گزینه ما برای بیرون شدن از بحران در سطح منطقه و بین‌الملل وجود داره و او ای است که بیشتر دستگاه دیپلماسی افغانستان به جای آقای حنیف اتمر به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان به موضع‌گیری های آقای حمدالله محب میچرخه و او است که تمثیل میکنه سطح مناسبات مخصوصا به کشورهایی که حساسیت برانگیز است. چقدر فکر میکنین که این موضع‌گیری ها همسو با شماست و او رو تایید میکنین؟ در این مورد ما قبلا هم حرف زدیم. اول باید بین دو چیز تفکیک کنیم. یکی دیپلماسی هست که یک پروسی دوامدار مذاکره، صحبت و تبادل نظر و رسیدن به توافق است که یک روند است، همیشگی است بین دولت ها. یکی هم موضع‌گیری های مسئولین دولتی است. موضع‌گیری ها اثرات خود داره، اما حتمی نیست که روند دیپلماسی را تعیین بکنه، چون در هر وقت و زمان موضع‌گیری ها صورت میگیره تا نظر دولت نشان داده شد و او در پروسه کمک هم میکنه. شما موافق هستید؟ ما با کجا موافق بودیم که در این مورد گفتم، بارها روی مسئله تاکید کردم. آنچه را مشاور صاحب محترم امنیت ملی افغانستان بیان کردن در مورد جنگ و ادامه خونریزی در کشور و ضرورت صلح و نقش مهم پاکستان که باید صادقانه ایفا شود، این گپ همه ماست، گپ دولت و مردم افغانستان است. صحبت های ننگرهار تنش های خیلی زیاده را در سطح دیپلماتیک به وجود آورد. تلاش بکردیم که تنش ها را پایان بیاریم، توضیح بدیم که خب شما میفهمین در یک ملت که هر روز با جنگ و خونریزی روبرو هست و در اوج باید توقع داشته باشین که گاگای صدا بلند میشه. هر روز مسئولین امنیتی ما، یعنی اولین گزارششان با این آغاز میشه که چند نفر شهید و زخمی داشتیم. او طبعا اثر خود داره. بنابراین ما تلاش کردیم توضیح بدیم به دولت پاکستان و مخصوصا به همتای محترم خود که برادر، گپ ما و تو با یک ابراز نظر در که یا تو میکنی یا طرف ما میکنن با این حل نمیشه. حرف اصلی ما و تو ای است که برگشت رژیم به گونه طالبانی با تروریستای منطقوی و بین المللی نه به نفع توست، نه به نفع ماست و نه به نفع جهان است. این باعث بربادی خودت میشه. منفعت ما و تو در این هست که طالب بیاریم به میز مذاکره که با دولت افغانستان صلح بکنه، جلو اکمالات نظامیش تو باید بگیری و دولت و مردم افغانستان آماده هست که یک رابطه دائمی برادرانه و همسایگی نیک با پاکستان داشته باشه. اما قابل با چالش‌هایی که مواجه است آقای اتمر، ما روبرو شدیم با تعدد از نظریات گوناگون و گاهی اوقات متناقض. شما با عنوان وزیر خارجه یک طرز دیده بیان میکنین، آقای محب یک طرز دیده دیگه، آقای صالحی به عنوان معاون اول یک طرز دیدگاه و آقای داوودزایی به عنوان نماینده خاص یک طرز دید جداگانه و هنوز هم موضع ما معلوم نیست که در یک دید کلی پاکستان دوست است، دشمن است، چی نو باید برخورد از بعد دیپلماتیک به اونا شود. فکر میکنیم که ما دوچار یک تنش دیپلماسی در درون هستیم یا نه؟ در یک گپ خوب با جناب شما موافق هستم که ما باید ابراز نظریات خود هماهنگ کنیم، هماهنگ باشه. البته این مشکل تنها یک مشکل نیست که در دولت ما باشه، در دولت های دیگه هم بوده.
بنان این نکته بسیار مهم است و ما این تبصری شما و این نظری شما و مردم خدا با دیدی قدر پذیرایی میکنیم که دولت افغانستان همیشه باید با یک صدا گپ بزنه. اما من میخوایم به شما اطمینان بدم که دولت افغانستان در مورد تحلیل موضوع و تعیین هدف یک صداست. تحلیل ما امی هست که جلو طالبا و جنگ وحشیانهشان گرفته نشده و این تعهد بود که به ما داده شده بود. این تعهد توأم بود با موافقتنامه دوحه، این تعهد توأم بود با تمام مذاکراتی که ما با منطقه داشتیم و با پاکستان داشتیم. در این مورد صدای ما یکی است. دوم، در این مورد که پاکستان نقش مهم داره که هم از خونریزی جلوگیری بکنه و هم در آوردن صلح پایدار همکاری بکنه، در این هم صدای ما یکی است. کلمات ما شاید فرق بکنه، شیوه ادای و شیوه گفتار ما شاید فرق بکنه. امیدوارستیم در او هم هماهنگی و همسانی را بیاریم، ولی اهداف و تحلیل ما فرق نمیکنه. در همسایگی غربی ما ایران، کشوری که بارها اعتراف کرده که با طالبان رابطه داره، فکر میکنین که مانورای اخیر ایران دوستانه است؟ آنچه که نسبت به افغانستان و نسبت به صلح افغانستان میاندیشه، شما راضی هستین؟ مبتنی بر منافع ماست یا نه؟ پرازیت هایی هم در اون مانورا وجود داره از این شما؟ من باز میخوایم با صراحت حرف بزنم که رفتار، عملکرد و اقدامات دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران دوستانه است و در مطابقت با منافع مشترک ماست و از هر حیث قابل ستایش است. موارد هست که متفاوت نظر داری که کاملا مشهود است در بعضی موارد. مثلا در بعضی موارد است که ما نگران هستیم. نگرانی هایی پیدا شده در مورد ماجرین ما برخورد که از اونا شده. در اون مورد نگرانی خود سریع بیان کردیم و گفتیم که اونا هم سریع هم نگرانی خود با ما در میان گذاشتن. گفتن او برادر، 40 سال است که کمتر از 3 میلیون شما در کشور ما نبودن. همیشه اضافه از میلیون ها بس افغان بودن. بس رابطه با طالباست. رابطه با طالبا اقنامیست است از دید شما؟ پس سرزمون مثلا. ولی او را به این خاطر بیان می کنم که قضاوت مردم ما روی یک مسئله نمی باشه. کلیت می بینن. در این هم مسئله ماجرین است، در این هم مسئله همکاری های اقتصادی بین دو کشور است و در این هم مسئله سیاسی و امنیتی به شمول مسئله رابطه با طالبان است که فرمودی شما باز بجاست. در مورد مسئله طالبان هم راشان حرف زدیم، گفتیم شما رابطه دارین با طالبان، اونا هیچ وقت این کار نکردن. گفتن بله، این رابطه به این خاطر است که بفهمیم که نظرشان چی است و اطلاعات داشته باشیم که تا طالب علیه گفته ما کسی استعمال نکنه. ما گفتیم خب برسوره هر توجیهی که شما داشتین، من حیث یک دوست و برادر حال گفتیم خواست ما شما ایست که این رابطه را بر صلح به کار بگیری، در آوردن صلح از این رابطه تان استفاده. تازه تری مورد امروز صحبت های سخنگوی وزارت خارجه ایران است که یک حکومت مشمول باید جور شود در افغانستان. اجازه بدین، چند سال است که دولت محترم ایران ما را کمک میکنه در تامین رابطه و گفتگو به خاطر صلح با طالبان. در این مورد همکاری های ما دوام داشتن. مسئله موضع‌گیریشان در مورد یک دولت فراگیر و با مشارکت همه بازم موضع‌گیری نیست که با ما تفاوت داشته باشه. ما میگیم به طالبان که اگر هدفتان خارج ساختن نیروهای امریکایی یا خارجی بود، خونه خارج میشن، توافق صورت گرفت، این خلاص. اگر هدفتان سهمگیری در قدرت است، خب انتخابات است، حاضر هستیم امرایتان صحبت بکنیم. رئیس جمهور افغانستان پلان صلح را مطرح ساخت که بر اساس او حتی از انتخابات زود هنگام هم یادآوری کردن و از مشارکت در این روند عبوری صحبت کردن یا روند گذار
که تا به مو انتخابات برسیم. بنان در این مورد دولت ایران با ما مطلق موافق است، از موضع جمهوری اسلامی افغانستان کاملا دفاع کرده، نه تنها در صحبت‌های خصوصی ما بلکه در مجامع منطقوی و بین المللی، و به او خاطر سپاسگزاری کردیم از دولت. چند روز پیش ما در انتالیا یک مکانیزم سه جانبی گفتگو را با ترکیه و ایران داشتیم. قبلا شما موضع‌گیری داشتین در قبال موضع ایران نسبت به نگرانی از بدتر شدن اوضاع و ضعف مدیریت، و او را شما یک دید سطحی نگرم خوانده بودین. حالا بس ما در مورد قوت دیپلماسی افغانستان است. ما در جنوب و شرق پاکستان را داریم که رابطه خیر دوستانه نداره و هر از گاهی اتهامات رد و بدل میشه. همسایه غربی ما ایران چالش هایی داریم، گاهی اوقات دیپلماسی ما پرتنش میشه، گاهی اوقات هم در لفظ دیپلماتیک یک گونه رضایت اقناعیز می داریم. در این طرف یک قدرت بزرگ به نام روس است که برخلاف دیدگاه شما چندین بار موضع گرفته، زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه. در سطح منطقه ترکیه میاد در بس میدان هوایی افغانستان صحبت میکنه و میگه پای پاکستانی ها را هم میکشانیم. نامه پخش میشه که بریتانیا ها میخواه حضور داشته باشن. حالا در وسط از این جایگاه دیپلماسی شما کجا است؟ شما کجا هستید؟ ما درست هدف دیپلماسی ما می است که اول بدانیم که کی چی میخواه، و دوم افکار در مطابقت با منافع ملی افغانستان تغییر بدیم. این وظیفه عمده دیپلماسی ماست. میخوایم به چند نکته اشاره کنم. اول، هیچگاه دولت ترکیه که این مسئله را جز برنامه خود داشته باشه که پاکستان به میدان هوایی کابل بیاره، نه با ما مطرح کرده، نه اونا تایید میکنند که این جز برنامه شان است، بلکه برعکس اونا میگن که ما از پاکستان خواستیم که در روند صلح افغانستان کمک بکنه. مسئله میدان هوایی کابل یک کاملا مسئله علاقه است که مستقیما کار میکنن. شما موافق هستین؟ بله کاملا کاملا، چون در آخرین تحلیل تصمیم گیر ازی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، بنان غیر ازی چیز بوده هم نمیدانم. موضوع دوم موقف روسیه است که بسیار دوستانه هم رایشان حرف زدیم. اول گفتیم که طالب قبل از هر کشور دیگه خود شامل لست سیاه خود ساختی و او را یک گروه تروریستی غیر مجاز میدانی. دوم، تمام روز صدایت بلند است از این بابت که نشوه که افغانستان به لانه تروریست های بین المللی تبدیل شوه و به مرکز تولید مواد مخدر. اونا میبینی که طالب های مسئله را ادامه دادن و شما گوش نکردن، نه رابطه خود کد القاعده قطع کردن، نه کد ETIM، نه کد IMU، نه کد لشکر به اصطلاح طیبه و امثال هم. بنابراین وقتی که در حال حاضر طالبا به گپتان گوش نمی کنن، در گذشته نکردن، چه شواهد مدارکی دارین که در آینده بکنن؟ رای مسون بر همه منطقه ای است که نظام جمهوری اسلامی افغانستان اساس صلح باشه، که صلح در این نظام صورت بگیره. بنان ای به منفعت هم روس است، هم به منفعت پاکستان، ایران و منطقه است. بنان بر ای اساس ما دیپلماسی خود و روش مذاکره خود بنیاد گذاشتیم. توکل به خدا که دنیا ای را درک کرده، مخصوصا با ادامه فعالیت های اخیر نظامی طالبا دنیا درک کرد که طالب هدفش تنها خروج نیروهای خارجی نیست، بلکه هدفش عظمت طلبی و تسخیر دولت افغانستان از رای زور است. دو مورد اخیر بس جمع میکنیم با اون آخرین پرسش. ما پاسخ خود در مورد موضع بریتانیا در سنده که مفقود شده بود و وزارت خارجه بریتانیا رو تایید کرد، احتمال حضور سربازای بریتانیایی بعد از خروج ناتو، آیا شما موافق هستین با این طرز دید؟ یک. و بحث دوم هم اوریان بودن سیاست حمایتگرانه پاکستان. اسناد را شما ارائه کردین، جنرال های پاکستانی در صحنه جنگ و اسلحه پاکستانی و مورد مثل ازی. آخرین چاره بر اقناع بین الملل جامعه جهانی از این جنگ نایلان شده پاکستان اما احساس شده پاکستان بس شما چی است؟ اول دولت بریتانیا هیچ وقت با ما مسئله
باقی ماندن شما رضا ساکرش مطرح نکردن. برخورد ما با این مسئله برخورد کاملا قانونمند است. دولت بریتانیا در افغانستان عسکر داشت بر اساس موافقت نامی سوفاک که بین دولت افغانستان و ناتو امضا شده. اجالتا با خروج این نیروها او موافقت نامه دیگه اعتبار نداره. او را باید قسمت نیروهایش مطلقا اعتبار نداره چون فیصله می شد، ولی قسمت ادامه کمک های امنیتی و نظامی از او را باید نگاه کنیم ببینیم که در احتمال حضور دیده شما چی خواهد بود؟ در احتمال حضور اجالتا فیصله مطلق دولت افغانستان ای هست که خروج نیروها صورت بگیره برای حفظ و امنیت سفارتخانه ها و تاسیسات مهم که مربوط به سفارتخانه هاست. در مطابقت با کنوانسیون ویانا هر دولت حق داره که شمار محدودی از امنیتی خود اگر خواسته باشد او را در داخل خود سفارت داشته باشن، بیرونش مسئولیت ماست. و در مورد پاکستان؟ که اونو حضور آخرین راه برای شما. بله، و ببخشید متوجه نشدم. مهمترین راه ما ادامه گفتگو است با پاکستان و گفتگوی تنها دو جانبه نی بلکه چند جانبه تا پاکستان با خواست مشترک افغانستان و دنیا روبرو باشه. این ادامه میدیم. دوم، اگر این جنگ ادامه بیافته هنوز هم دولت افغانستان وسایل دیپلماتیکی را در اختیار داره، چارچوبای قانونی را در اختیار داره که او را 100% مورد بررسی قرار میده. و من میخوایم پیش از وقت در این مورد حرف بزنم، اما من میخوایم این را بگویم که دولت افغانستان به خوبی از تمام قوانین بین المللی آگاه است. دولت افغانستان به خوبی از حقوق خود و مسئولیت‌های خود و از حقوق و مسئولیت‌های سایر دولت‌ها آگاه است و با در امو چارچوب با یک دیپلماسی نهایت فعال برخورد خواهد کرد. شما مطمئن باشین که ما منافع ملت خود در هر حالت، در هر سطح و در هر شرایط دنبال خواهد کرد. بسیار تشکر. بسیار ممنونم از حضورت. سلامت. سلامت. چقدر شما بین عزیز تو این بحث رو دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.